بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون دعایی که تلاوت کردم در سوره مبارکه شعراست آیه 83 به بعد این آیات و این دعاها بعد از مذاکره ای است که ابراهیم به تعبیر قرآن با ابیه با پدرش اینجا آزر نیاورده در جای دیگر میگه عبیه آزر اما اینجا این کلمه را نیاورده است یعنی نام پدر را نیاورده است بعد از یک مذاکره ای که ابراهیم با پدرش راجع به توحید و یکتا پرستی میکند و پدرش او را منع می کند رد می کند پیشنهاد او را و حتی او را تهدید می کند توهین می کند در اینجا که یکی از مواردی است که قرآن این قصه را نقل کرده هرچند در جای دیگر مکرر آورده با اندکی تفاوت به نقل اینجا یعنی سوره شعرا حضرت ابراهیم که منادی توحید است از خداوند متعال شروع می کند دعا کردن و از خداوند متعال خواستن چند امر را به طوری که در اینجا آمده است حضرت ابراهیم شش تا خواسته پی در پی در این آیات از درگاه حق متعال درخواست کرده است اولین درخواست این است که رب به حبلی حکما دومین درخواست و الحقنی به صالحین سوم وجعل لسان صدق فی الآخرین چهارم وجعلنی من ورست جنت نعیم پنجم واغفر لعبی انه کان من الظالین ششم ولا تخزنی یوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم اما خواسته اول رب حبلي من حبلی حکما حب فعل امر است از وحب یهبو یعنی ببخش به من عطا کن به من عنایت کن به من حبلی خدایا از درگاه خودت به من حکم عنایت بفرما به من حکم عطا فرما این حکم همون حکمت است حکمت در قرآن مجید از سوی خداوند نصیب افراد خاصی می شود نه نصیب همه به سراحت قرآن مجید می فرماید تل حکمت من یشا خدا به هر که بخواهد حکمت میدهد و من یعت الحکمه فقط او تی خیرا را اون کس که خداوند به او حکمت عنایت فرماید خیر کثیر به او داده شده است پس یک مطلب بسیار مهم است یعت الحکمت من یشا هر کس خدا بخواهد به او حکمت عنایت میفرماید این مطلب از دعایی است که حضرت ابراهیم همین جا میگه منو جز و همون منیشا قرار بده رب حبلی حکما خداوند خداوندا به من حکمت عنایت کن من را حکیم بساز من از سوی تو دارای حکمت بشوم حکمت الهی حکمت الهی در قرآن مجید یکی از چیزهایی است که انبیاء الهی واجد هستند و اون را بعضی از انبیا به مردم تعلیم میدهند به مردم حکمت می آموزش میدهند ببینید بعضی از انبیا از جمله خب خود حضرت ابراهیم لابد این دعا مستجاب شده برای اینکه حضرت ابراهیم از دعاهایی که برای فرزندش کرده میگه خدایا این اسماعیل من است این همینی که میخواست قربانی کند و خداوند از او قبول کرد قربانی خالصی که میخواست بکند در راه خدا به او تعلیم کرد که تو به جای فرزند کشی در راه خدا این سنت دیرین را که اده این کار رو میکردند و در مقابل خدا خدایانشون فرزندشون را قربانی میکردند این سنت در درگاه خدا پسندیده و مقبول نیست قد صدق تر رؤیا در خواب دیده بود که انی از بهک من تو رو درم زیبه می کنم و تصمیم گرفت که این کار رو بکند خطاب آمد که قد صدق رویا رویا را رو تصدیق کردی یعنی تو به امر الهی عمل کردی ولی این کار را نکن خدا امتحان کرد تو را و از امتحان مقبول در آمدی این اسماعیل را براش دعا می کند از دعاهایی که درباره اسماعیل هست این است که خدایا در نسل این اسماعیل کسی را مبعوث کن که او دارای حکمت تو باشد حکمت بهش داده باشی و کتاب کتاب و حکمت به مردم تعلیم کند خدایا در میان فرزندان اسماعیل من کسی را مبعوث کن که او حکیم باشد و حکمت الهی دارا باشد و ضمنا کتاب تعلیم مردم بدهد همین مطلب درباره پیغمبر اسلام که از فرزندان اسماعیل است آمده است لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو عليهم آیاته و یوزکی هم و یعلم الکتاب و الهکمه خدایا ما چقدر نعمت بزرگ داریم ما مسلمان ها که خداوند که هیچ نعمتی را منت بر بندگان خود ننهاده این امر را با این تعبیر میکنه میگوید لقد من الله علی المؤمنین خداوند بر مؤمنین منت نهاد که از میان خودشان انسانی را مبعوث فرمود لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم با مبعوث کردن انسانی از میان خودشان هم زبان خودشان من انفسهم یتلو علیهم آیاته خدا آیاتش رو به زبان او بر مردم تلاوت کند و نازل کرد این آیات را بر قلب مبارک این پیامبر که او بر مردم تلاوت کند بعد میگه که یتلو علیه و یو هم و یو علم کتابه و الحکمه این پیغمبر هم حکمت یاد اونها هم کتاب یاد اونها بدهد هم حکمت یو علم و کتابه و الحکمه چند تا کار یکی تزکیه می کند اونها را. این پیغمبر مردم را تزکیه می کند این یکی بعد چه میکند یزکی و یعلم تعلیم میدهد به اونها اولا کتاب و سپس حکمت ببینید این حکمت همون حکمتی است که در آیه مورد بحث ما آمده است رب حبلی حکما. خدایا به من حکم یعنی حکمت حکمت لغتی است که در قرآن مجید بسیار بایه مایه مورد توجه خداوند تبارک و تعالی است حکمت اونم حکمت الهی حکمت الهی یعنی اون حکمتی که از ناحیه خدا به انسان داده بشه بله حکیمان درس خونده بودن از طریق خواندن و نوشتن و دیدن استاد و مدرسه رفتن و درس خواندن به حکمت رسیده بودن اما حکمتی که از ناحیه خداوند به قلب یک انسان عنایت می شود اون چیز دیگری است رب حبلی حکم خدایا به من حکم عنایت کن این انسان ها کسانی هن که با یک درخشش الهی با یک تابش نور الهی به دلشان قلبشان دارای دانش و خرد می شود عقلانیت تعقل اندیشمند میشوند بزرگ علمی میشوند ولی با یک تابش الهی این دیگه از روی درس خواندن نیست گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به قمز مسئله آموز صد مدرس شد این حکمت حکمت الهی است که با هبه الهی انجام میشه رب حبلی من خدایا به من حبلی رب حبلی حکما ما الان در اصطلاح رایج مردم حکم به هر چیزی میگیم اب همه ابلاغ ها رو میگیم حکم نه این اون این اون کلمه نیست حکم در اینجا اون حکمتی است که انسان از درون قلبش یا با تجربه با تجربه های عرفانی و شهودی و عنایت پروردگار یک درکی پیدا کنه شما ببینید این ابراهیم کسی است که تو یک خانواده ای بزرگ شده تو یک قبیله ای بزرگ شده قرآن مجید مقدمه ای چند جا این را آورده یکی در سوره مریم آورده یکی هم در همین سوره شعرا در سوره شعرا دقیقا مقدمه قرآن مجید میگوید که ابراهیم تو یک قوم بود پرست بزرگ شده بوده حالا پدرش بر اساس روایات ما که اهل بیت اسمت و تهارت و ائمه ما و خود پیغمبر اسلام در نسل توحید بوده است یعنی نسلش همش نسل توحید بوده و آبائش هیچ کدام مشرک نبودن در زیل آیه که و تقلب و کف ساجدین خدا دیده است اونی که در روایات هست این تقلب و کف ساجدین یعنی تو رو در نسل و صلبی که در صلب توحید و سجد کنندگان به حق بود خداوند تو را تربیت کرد ما دلیل روایی داریم که ابراهیم پدرش موحد بوده و پدری که در اینجا هست یعنی رئیس قبیلهش لعبیه و و قومه از قال لعبیه و قومه ما تعبدون این مقدمه ایره که برای این دعا آورده قرآن مجید اینه میگوید که وذکر ای پیغمبر در قرآن مجید میگه ای پیغمبر یاد بیاور ذکر بکن داستان ابراهیم رو اون چیه؟ از قال وقتی گفت لعبیه و قومهی برای پدرش و قومش رئیس قبیله رو اب استعمال می کنند امور و اب استعمال میشه اما ظاهر این آیه این که این رئیس قبیله بوده هم برای رئیس قبیله و هم برای خود قبیله اش گفت ما تعبدون چی می پرستید؟ یعنی چه این چه سوال جالبیه این خودش خیلی حکمته که کسی درک بکنه که از یک قومی که مقابلش همه دارن بت میپرستن بپرسه شما بدون معرفت چیزی را میپرستید آدم چیزی را میپرسته باید معرفت با آن چیز داشته باشه معبود رو تا معرفت نداشته باشه انسان معنا ندارد بپرسته معبود رو در درجه اول باید انسان خوب بشناسه عرفان به او پیدا کنه ما تعبدون چی رو دارید عبادت میکنید چی چی عبادت ما تعبدون یعنی چی رو عبادت میکنید قالو در جواب اونها گفتن نعبد بود و فنول لها آکفین ما بتهایی را عبادت می کنیم و دائما در مقابلش کرنش و پرستش می کنیم و ها آکفین یعنی مرتب در مقابل این بطها ما پرستش می کنیم و کرنش می کنیم ببینید حکمت اینه که این جایی درس نخونده بود مدرسه نرفته بود از حکمتی که خداوند در قلبش عنایت کرده و به او داده است که از دعای بعدی معلوم میشه که این یک زمان نداره خواسته ابراهیم نه این که بعد از این از نظر زمانی هم بعد از اینه نه خیر این حکمت در دل ابراهیم تابش کرده بوده قال هل کم اذ تدعون شما که هی خدا رو اسنابتون رو باهاش گفتگو میکنید آکف هستید معتکف هستید پرستش میکنید او را میپرستید آنها را میپرستید اونا میشنوند شما چی میگی شما که عبادت میکنید شما که کرنش میکنید شما که اونها رو میخوانید از اونها چیزی میخواهید اونا میشنون او ینفعونکم او یا نفعی بهتون میرسونم ضرری بهتون میرسونم انصافا اینها اینجا توهین نکردن توی این آیات در جریان سوره مریم وقتی گفت از قال لعبیه یا ابته انی قد جاعنی من العلم ما لم یعتک فتبعنی عهد که سوی یا اونجا ابراه، پدر ابراهیم گفت که قال لنرجمن نکن من تو رو دستور میدم سنگ باران کنم این حرفا رو اگر تکرار بکنی اما اینجا اینو نمیگن در این آیه وقتی سوال میکند ابراهیم که آیا این خدایانی که مورد پرستش و کرنش شما هستند و شما با اونها گفتگو می کنید آیا صدای شما را می نفعی به شما بی عبادت شما را درک می اینا اینو توهین نکردن به ابراهیم گفتن قالو بل وجدنا آبا انا کذالک کذالک یفعلون نه ما بر اساس معرفت بر حال عبادت نمی کنیم بر اساس تقلید عبادت میکنیم من اینجا یه نکته ای رو بگم فضلا عزیزان خانم ها و آقایان اگر میپرسن نماز در شک بین سه و چهار من چه کنم باید میتوانید تقلید کنید از یک مجتهدی بپرسید اگر شما سؤال شرعی فقهی دارید میتوانید از روی تقلید اما خداشناسی رو باید درک بکنه انسان خدا رو اعتقادات را باید از روی معرفت و درک که یک رتبه ای از حکمت است که باید به قلبتان اطمینان خاطر و شناخت ایجاد بشه از ناحیه خداوند تبارک و تعالی نمیگم در حد پیغمبر نمیگم در حد ابراهیم اما هر کسی وقتی که از روی دقت و فکر و اندیشه و برهان به یک مطلبی دنبال کرد اون اطمینانی که در قلبش ایجاد میشه اونم یه نوع حکمته ببینید اشتباه این قومی که ابراهیم داره با اونها سخن میگه اینه که اینا جواب دادن نه ما اگر میپرستیم این بوتها،, بوتها را پرستش ما نسبت به این بوتها بعد از روی تقلید نه از روی تعقل و معرفت اشتباه همینه اگر اینی که الان ایمان ما ما را تربیت نمیکنه و گاهی اوقات اثرش معکوسه چون این ایمان ها ایمان تقلیدیه از روی شنیدن این و آن ما ایمان آوردیم عین همون قوم ابراهیم قالو بل وجدنا آبا انا کذالک یفعلون قالو بل وجدنا این بل بل ازرابی است خیر ما از روی معرفت اعتقادمون از روی معرفت نیست بلکه چیه بلکه بابا هامون گذشته هامون رو دیده بودیم اینجوری عمل میکنه. اون ابراهیم بهشون گفت افرعیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباکم الاقدمون روش فکر ارعیتم باید شما بدونید خدا رو افرعیتم ما کنتم تعبدون یعنی با اونی که عبادتش میکنید باید بشناسیشو پس شما نمیشناسید صرفا از روی گفته گفته های پیشینیان دارید عبادت میکنید انتم و آبا آکم الاقدمون اینها دشمن خداوند من است خداوند تو کیه؟ فانهم ادو لی الا رب العالمین فانهم عدو لی الا رب العالمین اینها دشمنان من هستند حتی دشمن منن افرعیتم ما کنتم تعبدون انتم و کم الاقدمون بعد شروع میکنه خدای خودش رو معرفی کرده که الله در جلسه آینده برای شما بیان میکنم که چگونه ابراهیم خدا را به قوم خودش معرفی کند. اومد این من این آیات رو انتخاب کردم که این دره به ما یاد میده فلسفه نمیخواد کتاب افلاتون و ارستو لازم نیست خیلی شما اون اونا رو باید بخونید تا خونه خیر با همین چند تا نکته ای که ابراهیم میگه میگه همینا رو فکر بکنید روش تعمل بکنید خدا پرست خواهید شد انشاالله در جلسه آینده براتون عرض میکنم که ابراهیم خدا رو چگونه معرفی کرد و اینک شما رو به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات